خانم ابراهیمی، بین این سوال با شما هم داشته باشم به گونه دیگر. امروز ما شاهد شدیدترین یورش و عملی گروهی مخالفین به مهمترین نهاد دولت افغانستان بودیم. همونطور که گفتم شاید احتمالا اونا در پای فروپاشی امی سکتور و امی نهاد بودند که خوشبختانه بگویم موفق نشدن و سینه سپر کردن سربازای افغانستان. آیا این عملکرد طالبا دیگه بحث صلح و گفتمان صلح و مذاکره منتفی نمی‌سازه؟ ما قبل از اینکه به سوالتون جواب بدم یک جمله کوتاه به ارتباط سوال که از دوستا داشتن که وزیر دفاع آمد و چنین کار شد، فراموش نکنن گذشته از اینکه این کار شکنی شده شورا، شاید دوستان همراه ما همکارا هم نظر باشن که قبلا در شاید مدت 3 ماه کمتر یا زیادتر باشه که راپورای متواتر و پیهمی از سکتور استخباراتی ما به پارلمان آمده بود. تا جایی که من اطلاع گرفتم قبل از اینکه به مصاحبه بیایم از شورا، در روز قبلم اطلاع موثق وجود داشته که واقعی را شاید متوجه پارلمان باشه. با در نظر داشتی این راپور موثق که تقریبا داده شده برای پارلمان و دیگه سکتورهای امنیتی هم خبر بوده، چرا اینجا امو ضعف کاندید وزیر وزارت دفاع و ناتوانی یا عدم مدیریت معاون دوم ریاست جمهوری را میتونه که تشریح بده؟ در پروسه سال ما میخواییم یک مسئله را جدی مطرح کنم. سال یک نیاز است، بخواییم نخواییم. وقتی که داخل جنگ میشیم باید قوت خود بسنجیم. بدون سال فکر نکنم که ما بتانیم در نهایت به یک نتیجه برسیم، چون که ما ناتوان هستیم. ما در برابر مخالفین خود نتوانست، نه تنها در برابر مخالفین خود. ما فکر میکنم سوال شما قسم است که فعلا در افغانستان نباشه. شما 9 ماه که حکومت به نام وحدت ملی داره، تا حال تمام ولایتتان والی نداره، ولسوالی های شما قماندان امنیه نداره، وزارت دفاع شما وزیر نداره. در بین حکومت 2 شخص که با هم شیشتن، حتی بعض اطلاعات که من دارم رئیس به اجرای مملکت گوشی تلفن میگیره به یک ارگان پایین دست دنگ میزنه فلان ولسوال به تب دل فلان وکیل یا دوست ما معرفی که وقت که شما در سطح رهبریتان اقدر مشکلات داشته باشین که 2 نفر با هم جور نه، در داخل هر 2 تیم بازم به اتفاقی وجود داشته باشه، جنگ سر کرسی ها باشه، قسم که وکیل سیب گفت حتی کرسی ها فروخته میشه که شاید حقیقت داشته باشه. امروز سکتور امنیت ملی شما آمده سیاسی شده. بیاین منصفانه قضاوت کنیم، قسم که تایم سیب بسیار با وضاحت گفت ما هیچ طرف را نمیخوایم که طرف باشم به هیچ جناهی، اما میخوایم به قسم نماینده مردم و یک شهروند افغانستان، ما شناخته که خودم دارم، مطالعه که دارم، کدام استخبارات دنیا را دیدن که ارگان استخباراتی را بیاید سیاسی بسازه و مامورین اوج تعیین کنه و مامورین به واسطه افراد راپور بده، اجازه بده. اینا همه نشان میده که ما چقدر ضعیف هستیم. فراموش نکنین که چند قبل پاکستان ادعا داشت که در فلان عمله انتحاری افغانستان دست داره. یعنی یک زاویه قوت به افغانستان دست داده بود که مشکوک شده بودن، اگر حقیقت بود یا نبود یک مشکوکیت بود. اما ما میخوایم اینجا بگم که ما با کدام آلت خود دعوای جنگ داریم. ما نمیگم که ما بدون جنگ نمیتونیم، اما صلح ایران با این وضعیت ضعیف ما نمیتونیم. کس ما را جدی نمیگیره. ما در حالت نیستیم که کس به طرف صلح هم ما را جدی بگیره و ما در حالت نیستیم که جنگ هم کنیم. فراموش نکنیم یک جمله دیگر هم میخوایم بگویم که ما موضوعات را که برتون میگم پیام هایی است که از امو عسکر جنگ به من به نیس نماینده مردم به تلفن گفته شده. مثلا ما بیش از 10 تلفن در حادثه امگان بدخشان دارم که بر ما میگفتن که بر ما سوال است که ما خوب پیشروی میکنیم، از بلند جای با ما گفته میشه که توقف کنه، نقب نشینی کنه. حالا می سوالات خود چیزایی است که ما صدای مردم هم میگیم. ما خود دل خود نمیگم. ما شخصا بر فروپاشی از این نظام طرفدار نیستم، بر ضعف از این نظام طرفدار نیستم. بدیل از این نظام فعلا چی است که ما بخوایم که بگویم که چیزی ما توقف داریم؟ مطرح میکنم با پوزش اجازه بتین مثال مطرح کنم. متاسفانه ما هم جدا از همه موارد به عنوان یک شهروند شاهد ناملایمت ها و ناهنجاری های جامعه و حکومت هستیم. اما یک بحثی که مطرح میکنیم، وقت طالب به خاطر قتل ما تا در دروازه ما میه، دیگه می گزینه گفتمان و صلح معنا داره آخه؟ ببینین، ما طرفدار صلح در هر صورت هستم، اما میخوایم بگویم که ما در صورت با طرف
مقابل صلح را میگیم که قوی باشیم. سپاسگزارم. ما در حالت که هستیم ما را جدی نمیگیرم. ممنون. سپاسگزارم. آقای تنجبین، آخرین سوال هم از شما داشته باشیم و جنبندی بحث امشب. ای که باور بر این است بر اساس تحلیل ها و مو اطلاعات که درس کرده که در پی عملی امروز هم استخبارات پاکستان دست داشته. اگر فرضیه بتیم به یک بار دیگر این سازمان در پای فروپاشی نظام افغانستان بوده باشه و آماج قرار داده اتاق قانونگذاری افغانستان، فکر نمیکنین که اسلام آباد میه به کابل میگه بر ما گزینه آشتی و باهمی دیگه پذیرفتنی نیست؟ دقیقا ما زیادتر معتقد به این هستم که جنگ افغانستان جنگ با طالب نیست، جنگ با شبکه های القاعده و داعش نیست. اینا ظاهر قضیه هستند. دقیقا سازماندهی و طراحی از اینا از سوی استخبارات کشورهای منطقه خاصتا پاکستان میشه. این چیز واضح است. به دلیل از این که ما توانمندی شما ملای مدارس را ببینید، کارشان مثلا امور دینی و مذهبی بوده باشه، عملیات های را به این پیچیدگی آیا اونا توانمندیش را دارن یک سوال است. سوال دوم، آیا طالب ها یک روزی هم اختیار و استقلالیت خود را داشتن که به دولت افغانستان اونا صلح کنن؟ هر چارچوبه و هر رایی را که پاکستان برشان کشیده از او اگر انحراف کردن کشته شدن، بندی شدن. ولی ظاهرن دفتر قطر جدا از آنچه کویته میگه کار میکنن. درست است، ولی امو امروز که ادعای رهبری طالبان را کسی به نام ملا عمر میکنه، هیچ کسی به شمول استخبارات افغانستان تایید مرده و زنده بودن از ایر تایید کرده نمیتانه. آیا این آدم در کجای یقینا که در پاکستان است، چقدر به حساب رابطه با قمندانایش با جاباتش داره کسی تایید کرده نمیتانه. بنابراین قضیه روشن است که ما با طرف پاکستان مواجه هستیم، مقابل هستیم و این برای حکومت ما برمیگرده که 13 سال است ما قربانی میتیم. 13 سال است حرفایی را که امروز سر میز گفتیم، 10 سال پیش هم اینمی حرفا بود، اتهام وارد کردن ها بود، امی به حساب انگوش نما کردن یا برجسته ساختن زوفا بود، در حالی که ما اینمی زوف را داشتیم، اینمی اصلاحات را در خود آورده نمیتانیم، از اینمی به حساب وضعیتی که هستیم تغییر آورده نمیتانیم. بنابراین ما مجبور هستیم که حرفایی را که زیر زبان پاکستان است باید را بشنیم که چی میخواید جان افغانستان. حالا پس از همین عملا باید حرفای زیر زبان پاکستان را بشنیم. ببینید پاکستان توانمندی خود را یک سال نیست، امروز در حمله به حساب پارلمان نیست، امروز موتر به حساب سارنوالای شما را هدف قرار داده بود، روز در سارنوالی بلق در آمده بود، روز یک جای دیگه اگر این توانمندی خود بار بار با ما ثابت می سازه، میگه که اگر امتیازات خواسته ها و توقعات پاکستان را برآورده نسازی، روزت و روزگارت و آینده تی نمیتونه است که بنابراین دولت افغانستان توانمندی های خود را بسنجه، در صورتی که توانایی داره ببره 2000 کیلومتر سرحد داره با پاکستان، تمام نیروهای خود را جابجا بکنه، نیروی ثقیل خود هوایی خود صحیح معلوم کند، اگر نمیتونه بگذاره که یک رای دیگه و گزینه دیگه را سرش فکر شد. وقت خانم ابراهیمی راجع به صلح میگه، شما یاد داشته داشتین، اگر خیلی فشرده و کوتاه بگین چون وقت تمام است. من هم طرفدار صلح هستم و صلح خیر، اما صلح گورستانی، صلح به بهای ذلت و بردگی مردم را قبول ندارم و صلح در چنین شرایطی به وجود نمیآید. تو فقط یک نکته میخوایم بگویم که مسئولیت حفاظت داخلی و نظم داخلی و مربوط به وزارت داخله هست. کشف توطئه ها و جنگ های استخباراتی و مقابله با او جنگ ها مربوط میشه به امنیت ملی ما و همچنین دفاع در برابر تجاوز خارجی مربوط به وزارت دفاع میشه. سپاسگزارم. و در این خصوص ما در قضیه امروز ما امنیت ملی و وزارت داخله را بیشتر مورد سوال میدانم تا وزارت دفاع. چون این بس خانم ابراهیمی بود، فرصت میتیم برازی که شما صلح گورستانی و به بهای بردگی ملت افغانستان هم میپذیرید؟ به هیچ صورت. اما ما در ما بازم تاکید میکنم که ما وقتی به طرف صلح رفته میتونیم که خود ما قوی باشیم. سپاسگزارم. تا زمانی که ما قوی نباشیم ما به صلح رفته نمیتونیم و ما را جدی گرفته نمیتونه طرف. سپاسگزارم. چون ما خود ما از هم پاشیده هستیم. ممنون از تشریف آوریتان در بحث امشب. با توجه به اینکه بحث امشب روی موشگافی شد، قضیه حمله به پارلمان افغانستان، حداقل 4 نماینده مردم افغانستان هم همیجا تعهد سپردن برای ستایش عملکرد نیروهای امنیتی افغانستان. تا دیدار و فرصت دیگر، خدا نگهدار.